وقتی ما این نرم افزاری رو می‌خریم یا دانلودش می‌کنیم، در واقع نسخه ای از محصول دست ماست که برای استفاده آماده است و طبیعتاً هر نرم افزاری یه سری کد و برنامه نوشته شده داره که برای ما قابل نمایش نیست و نمیتونیم تغییری توی نرم افزار بدیم به خاطر اینکه به کد منبعش دسترسی نداریم. این یه مزیت محسوب میشه برای نرم افزارهای تجاری تا بتونن لایسنس داشته باشن و نرم افزارهای خودشون رو بفروشن و از کپی کردن جلوگیری بکنن. این یه مقدمه بود. حالا برای اینکه بدونیم اوپن سورس چیه و نرم افزارهای متن باز چه ویژگی هایی دارن، ادامه این ویدیو رو از دست ندید. سلام، من مرداد رستمی هستم و خوش اومدیم به کانال من. اینجا در مورد برنامه نویسی و طراحی گرافیک ویدیو منتشر میکنم. پس اگه به این موضوعات علاقه دارین حتما کانال من رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارشم بزنید تا ویدیوهای جدید رو از دست ندین. بدون درنگ بریم سراغ ادامه ویدیو. خب حالا اوپن سورس یعنی چی؟ اوپن سورس به نرم افزارهایی میگن که کد منبعشون رو در اختیار عموم قرار میدن. تو این تور ویدیو هم بهتون گفتم که سری نرم افزار تجاری هستن، یعنی در بیشتر نرم افزارهای تجاری ما به کد منبعشون دسترسی نداریم به خاطر اینکه میخوان نرم افزارهای خودشون رو بفروشن و از کپی کردنش جلوگیری بکنن. در مقابل یه سری نرم افزار هستن و یه سری شرکت سازنده که کد منبعشون رو در اختیار افراد مختلف قرار میدن، یعنی در اختیار جامعه قرار میدن و افراد میتونن تغییرات مختلفی رو توی نرم افزار بدن. طبیعتاً هر کدوم از اینا طرفداران خودشون رو دارن، ولی محبوبیت نرم افزارهای منبع باز بیشتره و نظرشون هم اینه که نتیجه مثبت‌تری میتونه داشته باشه برای نرم افزار و میتونه اشتباهات و اشکالات نرم افزار رو به حداقل برسونه. بذارین یه مثال جالب براتون بزنم که مفهومش براتون راحت‌تر باشه. فکر میکنم که اسم وردپرس رو شنیده باشین. وردپرس یه سیستم مدیریت محتوا است که برای طراحی سایت ازش استفاده میشه و شما بدون کد نویسی میتونید طراحی سایت بکنید در کمترین زمان. من یه ویدیو قبلا در موردش ساختم، کامل توضیح دادم، این بالا بهتون پیشنهاد میشه، از دستش ندید. خب وردپرس یه نرم افزار متن باز محسوب میشه و شما میتونید تغییرات جزئی داخل این نرم افزار بدید. مثلا اگه تنظیمات فارسی نداره یا اصلا کلن یه سری اشکالات و اشتباهات داره، شما میتونید کد بزنید، شخصی سازیش بکنید و مشکلاتش رو برطرف بکنید و این مشکلات رو که حل کردید برای مدیران وردپرس بفرستید و اونا هم میتونن شما رو استخدام بکنن و این نکته مثبت محسوب میشه برای وردپرس که اشکالاتش رفع شده. اگه بخوام یه مثال جالبتر براتون بزنم که همتون باهاش آشنایی دارید و برای انتخاب نسخه هاش دست و پنجه نرم کردید و گیج شدین، تلگرامه. نرم افزار تلگرام نرم افزار متن بازیه که شرکت سازندش اونو متن باز ارائه کرد و شما هر روز میبینید که نسخه های جدیدی ازش منتشر میشه. تلگرام ایکس، موباگرام، تلگرام طلایی و تلگرام های مختلف که برای انتخابش ممکنه گیج هم شده باشید. اگه بخوام در مقابل یه نرم افزار معروف هم براتون مثال بزنم که متن بسته باشه، ویندوز رو میتونم بهتون بگم. ویندوز یک سیستم عامله که در واقع یه نرم افزار محسوب میشه و در خارج از کشور قیمت خیلی بالایی داره و چیزی که ما استفاده میکنیم در واقع نسخه کرک شده ویندوز هست. نرم افزارهای متن باز تونستن طرفداران زیادی رو به خودشون جذب کنن و از محبوبیت بسیار بالایی برخوردارن به خاطر اینکه در مرحله اول کاملا رایگان هستن و در مرحله دوم شما قابلیت شخصی سازی دارید و میتونید این نرم افزارها رو بر اساس سلیقه خودتون تغییر بدید. اینکه خیلی ها فکر میکنن این نرم افزارها اشکالات و اشتباهات زیادی دارن، اشتباه فکر میکنن به خاطر اینکه روزانه برنامه نویس های زیادی دارن باگ های نرم افزارها رو و کلا روی نرم افزارها کار میکنن و مشکلاتش رو برطرف میکنن و این نرم افزارها در واقع رشد و بهبود بیشتری نسبت به نرم افزارهای متن بسته دارن. از معایب نرم افزارهای متن باز میتونم به این اشاره بکنم که پشتیبانی فنی دقیقی از شرکت سازنده براش وجود نداره و اگه شما از نرم افزارهای فرعی دارید استفاده میکنید، پشتیبانی دقیقی نمیتونه براش وجود داشته باشه و شما باید نگران نسخه های فرعی هم باشید،
چون ممکنه بعضی از این نرم افزارها مخرب باشن و به تلفن همراه شما یا کلن سیستم شما آسیب برسونن. تجربه شما از استفاده از نرم افزارهای متن‌باز چیه؟ شما فکر میکنید که نرم افزارهای متن‌باز و رایگان بهترن یا نرم افزارهای لایسنس دار و پولی؟ حتما توی کامنت ها نظر خودتون رو به هم بگید. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. بچه ها سابسکرایب چنل یادتون نره. 200 تایی شدیم تو یوتیوب و هدف بعدیمون 300 تایی شدنه. بریم تا برسیم به 1000 تا. ممنون از حمایتتون. دوستتون دارم. فعلا خداحافظ.